هر چقدر هم ارتش پیشرفته ای داشته باشی، باز هم ممکنه اشتباهات انسانی یا سیستمی به وجود بیاد. 8 سال جنگ ایران و عراق با وجود بی‌تجربگی بعضی از نیروهای نظامی ایران، تعداد این اشتباهات رو بالاتر هم می‌برد. بعضی از این اشتباهات به قیمت یک فاجعه تموم می‌شد. سلام، من الیاس فرخم، اینجا پرشین ترنده و توی این ویدیو میخوام در مورد رویارویی یک F-14 ایرانی با یک F-4 فانتوم ایرانی صحبت کنم. در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق مواقعی اتفاق میافتاد که هواپیماهای خودی به اشتباه روی یک هواپیمای ایرانی قفل راداری انجام بدن. در بعضی از مأموریت‌ها به دلیل عدم تماس به موقع بعضی از پروازها با رادارهای منطقه، به خصوص در پروازهای ترابری که جابجایی نیروها یا تخلیه مجروحین جنگی به وسیله هواپیماهای مثل 707، F-27 یا C-130 انجام می‌شد، این مشکل میتونست پیش بیاد. نکته ترسناک ماجرا اینه که بعضی وقت خود رادارهای منطقه اون هدف رو به عنوان یک هدف مشروع به شکاریای ایرانی معرفی می‌کردن و با اولویت بالا ازشون می‌خواستن که به اون اهداف شلیک کنن، اتفاقی که اگر شکل می‌گرفت یا احیاناً شکل گرفته باشه فجایع بزرگی رو به وجود میاره. مهرماه 1359 تیمسار فریدون علی مازندرانی در حال پرواز در غرب دزفول متوجه میشه هدفی از سمت عراق به سمت ایران میاد. اطلاعاتی که از رادار خودش به دست آورده بود فاصله 120 مایلی رو نشون میداد. مشخصات مهاجم از جمله ارتفاع، سرعت و سمت هدف رو به رادار دزفول و همدان اعلام میکنه و هر دو رادار اعلام میکنن که هدف هواپیمای دشمنه و شما در موقعیت درگیری قرار بگیرید. تیمسار علی مازندرانی هواپیمای خودش رو آماده شلیک میکنه و F-14 رو در موقعیتی قرار میده تا در صورت اصابت نکردن موشک بتونه برای ری اتک آمادگی داشته باشه. کابین عقب این پرواز جناب یوسف احمدی بودن و مرتب وضعیت مهاجم مثل فاصله، ارتفاع و سرعت هدف رو برای تیمسار علی مازندرانی اعلام میکرد. هدف به نزدیکی 70 مایلی میرسه، اما یک نکته عجیب توجه خلبان رو جلب میکنه. از زمانی که متوجه هدف شده بودن، جنگنده دشمن در ارتفاع 500 پایی از زمین حرکت میکرد. معمولا هواپیماهای عراقی وقتی میخواستن وارد مرزهای ما بشن ارتفاع پایین میگرفتن تا از دید رادارهای منطقه مخفی بمونن، ولی از عمق خاک عراق لزومی نداره توی این ارتفاع پرواز بکنی و این خودش نکته عجیبی میتونه باشه. به همین دلیل تیمسار علی مازندرانی دوباره از هر دو رادار دزفول و همدان سوال میکنه که آیا مطمئن هستید هواپیمای خودی در راه بازگشت از مأموریت نیست یا مأموریتی توی عراق نداشتیم؟ هر دو رادار مجدداً پاسخ قاطع منفی میدن و جناب علی مازندرانی هم طبق دستورالعمل خودش رو آماده حمله میکنه. هدف با همون سرعت و ارتفاعی که داشت مرز رو رد کرد و مستقیم از بین شیار کوه‌ها و دره‌ها مسیر رو به سمت عمق خاک ایران پرواز میکرد. F-14 تامکت در فاصله 45 مایلی از هدف قرار میگیره که تیمسار علی مازندرانی کلید مستر آرم رو بالا میزنه و آماده شلیک میشه. خلبان فقط منتظر بود در بهترین زمان ممکن و با کمترین خطا موشک رو شلیک کنه. جناب احمدی کابین عقب هم مرتب فاصله تا هدف رو
در رادیو برای خلبان میخوند و جناب علی مازندرانی هم در بیرون هواپیما با چشم دنبال هواپیمای هدف بود. فاصله به زیر 30 مایلی میرسه. رادار همدان از وضعیت هدف میپرسه و منتظر شلیک به سمت هدف بود. فریدون علی مازندرانی موشک فینیکس رو از مهمات انتخابی خارج میکنه و کابین عقبش آقای احمدی متعجب میشه. احمدی فریاد میزنه: میخواستم شلیک کنم، چرا فینیکس رو گرفتی؟ فریدون علی مازندرانی در رادیوی داخلی هواپیما میگه: یوسف جان، این بره‌ای که داره به این خوبی به ما نزدیک میشه، حیف با فونیکس بزنیمش. میریم برای ریاتک. در اون زمان هنوز ساید وایندر و اسپارو روی هواپیما سوار نشده بود. به خاطر همین خلبان F14 تصمیم میگیره با مسلسل هدف رو بزنه. فاصله بین 12 تا 15 مایل میرسه و حالا خلبان با چشم میتونه هواپیما رو ببینه. هواپیمای هدف به بغل دیواره کوه چسبیده و داره با سرعت به جلو میره. F14 دقیقاً در پشت هدف قرار میگیره و دائما هم با چشم اون رو زیر نظر داره. از اونجایی که بعد از ظهر بود و انعکاس آفتاب چشم رو حسابی اذیت میکرد، خلبان نمیتونست تشخیص بده که نوع هواپیما چیه، ولی استتار اون کاملا براش مشخص بود. F14 به 10 مایلی هدف میرسه که ناگهان تیمسار علی مازندرانی اعلام میکنه: یوسف، این باید F4 باشه، دست به هیچ چیزی نزن. تامکت ما مسیر رو ادامه میده و در همین حین ارتفاع رو هم کم میکنه تا به نزدیکی هواپیما برسه. چند باری روی کانال گارد رادیو صدا میزنه و با گفتن مشخصات هواپیما سمت و سرعتش رو سوال میکنه، ولی جوابی از هواپیمای هدف نمیاد. احتمالاً F4 ایرانی سیستم رادیوی خودش رو از دست داده و نمیتونه با جایی تماس بگیره. فریدون علی مازندرانی با تجربه‌ای که داشته حدس میزنه که احتمالاً سیستم ناوبری این هواپیما هم دچار مشکل شده و برای همین به خوبی نمیتونه هواپیما رو کنترل کنه. وضعیت هواپیما رو هم که بهتون گفتم چسبیده به دیواره کوه داشته حرکت میکرده و اگر جناب علی مازندرانی در سمت چپش قرار میگرفته، احتمالاً هواپیما ممکن بود احساس خطر بکنه و با چرخش سریع به دیواره کوه برخورد کنه و از بین بره. برای همین فریدون علی مازندرانی از زیر هواپیما بهش نزدیک میشده. با نزدیک شدن F14 به F4 ایرانی، آنتنهای UHF اون تحریک میشن و رادیوی هواپیما به کار میفته. در حالی که تیمسار مازندرانی داشت هواپیما رو وارسی میکرد، صدای کنترلر رادار رو میشنوه که ازش سوال میکنه: هدف رو زدید یا نه؟ موقعیت خودتون رو اعلام کنید. تیمسار مازندرانی روی رادیو به کنترلر اعلام میکنه: تارگت اسپلشت، یعنی هدف مورد اصابت قرار گرفت. از اون طرف رادیو صدای همهمه و تشکر بچهای رادار گوشش رو کر میکنه. F14 از زیر F4 و کم کم از سمت راستش بالا میاد و درست همتراز F4 شروع به پرواز میکنه. حالا رادیوی F4 به کار میفته و به محض دیدن F14 فریاد میزنه: نزن نزن، من ولی بهنیا هستم. تیمسار علی مازندرانی هم با خوشحالی زیاد از اینکه درست هدف رو تشخیص داده خودش رو معرفی میکنه و میگه: لامصب، از 120 مایلی تو رو به عنوان هدف به من دادن که یه موشک حرومت کنم، ولی حیف که نشد و کاسبه ما رو کساد کردی. از اونجایی که هواپیمای جناب بهنیا هم دچار مشکل شده بود، تیمسار علی مازندرانی تصمیم میگه توی ناوبری بهش کمک بکنه و تا لحظه فرود اون رو مشایعت کنه. حالا رادار همدان براش سواله که چرا F14 در حال فرود در پایگاه همدانه. برای همین با تیمسار علی مازندرانی ارتباط میگیره و ازش میپرسه: برات مشکلی پیش اومده؟ تیمسار علی مازندرانی هم پاسخ میده: خیر، هیچ مشکلی پیش نیومده. فقط هدفی که دستور دادید مورد اصابت قرار بدم روی باند شما نشوندم و تحویلش دادم. اونجا بود که رادار متوجه اشتباه خودش شد و خوشحال بود از اینکه تجربه خلبان F14 از یک فاجعه و تراژدی جلوگیری کرده. این حادثه میتونست خیلی خیلی تلخ باشه. فکر کنید یک هواپیمای F4 ما رفته یک عملیات خیلی سخت انجام داده و با هزار زحمت از قوی ترین پدافند غرب آسیا فرار کرده، ولی حالا توی مرزهای خودمون با هواپیمای خودی و موشکای مرگبار فینیکس مورد اصابت قرار بگیره. اگر این اتفاق میافتاد ما خیلی چیزا رو از دست میدادیم. اول و مهمتر از همه دوتا از بهترین خلبانهامون رو از دست میدادیم. نکته بعد، یه دونه F4 فانتوم ارزشمند خودمون رو از دست میدادیم و یکی از موشکای فینیکس هم که شلیک شده بود و باعث این ضایعه بزرگ میشد. اینها اثرات مستقیم بود، اما اثرات غیر مستقیمش تا آخر عمر خلبانی که به این هواپیما شلیک کرده بود یا راداری که دستور شلیک داده بود خودشون رو نمیبخشیدن و عملا سرمایه انسانی کشور دچار استهلاک میشد. در طول جنگ متاسفانه مواردی هم وجود داره که دو تا هواپیمای خودی همدیگر رو مورد اصابت موشک قرار دادن. برای مثال
یکی از هواپیمای F4 همدان به اشتباه یکی دیگه از هواپیمای F4 همون پایگاه رو که در حال بازگشت از ماموریت بود مورد اصابت قرار میده و با اصابت موشک هر دو خلبان اجکت میکنن و متاسفانه خلبان کابین جلو عسکر فتنژاد در حین فرود اومدن با چتر مورد اصابت تیر یکی از توپهای ضد هوایی قرار میگیره و کشته میشه. کابین عقب آقای عیسی محمدزاده با خوششانسی و با کمی جراحت به سلامت به زمین میرسه. متاسفانه در طول جنگ ایران و عراق به دلیل بی‌تجربگی بعضی از نیروها اشتباهات انسانی زیادی پیش میومد. اشتباهاتی که اگر جلوی اونها گرفته نشه و به صورت ممتد اتفاق بیفته دیگه نمیشه اسم اشتباه انسانی روی اون گذاشت و تبدیل به اشتباهات سیستماتیک میشه. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتماً لایک کنید و توی کامنت ها اگر حادثه مشابهی رو سراغ دارید حتماً بنویسید تا راجبش با هم صحبت کنیم. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.